Ja, bahsi digey derim. Araber NTFS permijen ki inu hala tuye security fundamental eşari beş nemi kone. Bahse homo gotim ma atölyedeşim o seçiyi o seçiyi kontrol konim in karber çe mucavez bu koca darı. Okey. Bahse UAC که از ویندوز ویستا بعد بهش اضافه شده مکمل بحث NTFS پرمیژنه که اینم واسه چک کردن همون نه شبکه هست، یعنی همون حد اقل مجوزه. اوکی، خب موقع UAC رو شما فعال میکنی، UAC رو میشه روی پروسه خاص، روی نرم افزار خاص یا روی کاربر خاص فعالش کرد و میشه لولش رو بالا پایین برد. اوکی، یا اصلا گروه کاربری خاص. این همون حق مجوزها و دسترسی ها رو چی چک میکنه؟ آقا این اوکی، شما دسترسی داشتی موقعی که دسترسی مثلا شما پروسه رو میتونی اجرا کنی نمیتونی اجرا کنی، موقعی نمیتونی اجرا کنی بهت ارور میده، پیغام خطا میده. مثلا شما فرض کن توی شبکه این خود چیز بدیه که مثلا کاربر لیمیت حق دسترسی به سی ام دی رو نباید داشته باشه مگر اینکه دلیل خاصی باشه. سی ام دی رو بخواد باز کنه، یک اوکی من دستی ندارم، این خواست به هر زور و زحمتی اینو اوکی کنه، یه جوری باید بهش بفهمونم که شما دستی نداری. مثلا اون یو ای سی میاد به شما کمک میکنه، این چک میکنه شما این فرایند رو داری یا نه. اوکی، حالا من سی ام دی رو خواستم اجرا کنم، میگه آیا شما ادمینی و کاپی یوزری یا هم یوزر معمولی خودتی؟ اگه یوزر معمولی که دستی نداری برو پی کارت، اما اگه نه با یه یوزر دیگه ای میخوای لاگین کنی یه بحث دیگه است. اون دیگه UAC میاد این کمک رو به شما میده، میگه آقا چون شما مثلا حالت عادی نمیتونین کار، یا مثلا یه برنامه خاص رو میگه این برنامه مثلا توی مثلا میگه برنامه‌ای که بگی این که برنامه‌ای نیست ولی خب الان یه اوکی میکنیم فایل میسازیم دو امزه. خب این فایل اگزه میخوام بحث کامپتیبیلیتیش رو اوکی کنم، میگم این موقع اجرا میشه با دسترسی ادمینستراتور اجرا بشه یا اجرا نشه. یا اگه میخواد کامپتیبل باشه تا از ویندوز 95 به بعد اوکیه، کامپتیبل باشه تو مود ویندوز 95 مثلا. این از این چکی که میتونم اینجا انجام بدم، این که یه فایل تکست بودی بس نداری. این از این. حالا این که مانیفست اجرایی چیه فعلا کاری باش نداری، این دیگه مباحث پیشرفته اینه. حالا موقع شما بحث UAC میاد، شما چند نوع پیغام خطا امکان داره برات بیاد؟ مثلا یه برنامه اجرا میکنی یه همچین رنگی داره اروری که بهت میده، هر کدوم یه معنایی دارن. اولی قرمزه، آیا این بلاک شده است یا نشده، که یو اس میگه این بلاک شده، اون که یه مقداری رنگش تیره تره، حالا من زیاد فیروزه‌ای تیره است با همچین سپری. خب این واسه چکنش ساینینگشه، یعنی آیا مایکروسافت اینو ساین کرده؟ اونی که علامت سواله این اصلا فایل اجرایی مثلا سیگنیچر امضایی یا سرتیفیکیت امضایی یا ساین اپلیکیشن معتبر داره نداره، و اگه هیچی نداره میگه چی اصلا شما دارید. اوکی، خب اینجا یه بحثی پیش میاد تو این دوتا، یعنی بین دو و سه، بحث فیک ساین که طرف اپلیکیشن رو برای اینکه توی سیستمش گیر نده میاد ساین مایکروسافت روش اوکی میکنه، فیک البته، که بتونه همچین خطایی شما دیگه مثلا بگید اوکی این برنامه مایکروسافتیه، یعنی تاییدیه داره و اجراش کنم. این حواستون میاریم تو اتکا و راندمان یو ایسی که بالا پایینش کنیم، یعنی هرچی بریم بالاتر گیر بیشتر، توضیح بیشتر و اون پیغام هایی که میاد بیشتره. اگر هم غیر فعالش کنیم میاریش پایین که میگه هیچ، اصلا هیچ چیه من نداره. اینم که توضیحاتی که توی یو ای سی داریم، این تیره شده نشده منظور اینه. حالا این که سکیورد حساب مثلا این مال الان مال نیست، تنظیمات یو ای سی هم ما کار نداریم، بحث مجازی سازی توی یو ای سی هم بحث امروز ما نیست، و حالا این که شما یه برنامه رو با اپلاکر، نه اینم دیگه نیست.
پس چی شد؟ ما برای NTFS پرمیژن، یعنی بحث بود NTFS پرمیژن، میخواد پرمیژن هایی که توی NTFS توی مایکروسافت برای ما اوکی میشه چجوریه؟ چون دیگه درایورها و والیوم های و پارتیشن بندی که داری براساس NTFS، خب ما دیگه NTFS پرمیژن رو فقط اینجا گفتیم، مگر اینکه فت و پس 32 چه میدونم اگزفت و اینها بود یا بواسط دیگه میومد وسط. اما خب NTFS پرمیژن که میشه گفت جامع ترین بحث پرمیژن بندی رو داره که توضیح دادیم، فایلش هم در اختیارتون قرار میدم که دیگه این توضیحات که حالا این که تاثیر بذاره، به ارث بذاره برای ساب فولدر هاش، برای فایل هاش یا نه، خب فایلش رو بهتون میدم دیگه، نیازی به این مبحث نداریم. بعد میگه دمو که ما دموشو گفتیم. حالا بحث فولدر شیر ها میرسه که فعلا ما می فولدر شیر رو کار نداریم، بعدم که بحث شیرینگ رو میگیم توی مجوله فکر کنم بعدیه، اونجا میگیم بیشتر راجع به این صحبت میکنیم و آودیتینگ. اوکی، پس من مکمل توضیح بیشتر NTFS فرم این فایل در اختیارتون میدم که ویندوز اکسس کنترل، بعضی توضیحاتش بیشتر خب برای مطالعه بیشتر، اما فقط مباحثی که توضیح دادم بالاخره یه جوری میشه چسبوندش به سکیوریتی فاندامنتال، اما مباحث دیگه‌اش واقعا هیچ ارتباطی به سکیوریتی فاندامنتال نه. مباحث کلی CSA سرور کانفیگوریشن چه میدونم ویندوز کانفیگوریشن داره، اما مربوط به سکیوریتی فاندامنتال خط و ربطی به هم تقریبا میشه گفت ندارن، مگه اینکه با خیلی دیپ تو بشیم تو قصه که از تایم دوره خارج میشیم. اوکی، شاد و پیروز و خجسته باشیم.